خدا بگم چیکارت کنه موسا؟ نخیر، نگرفتم. ناچار شدم بدوزدمش. دست بردار موسا. کجای تو؟ سلامت خانم. تو اینجا چیکار میکنی؟ آدم به خدمتتون یه 4-5 ساعتی میشه تو کمپانی موسا حبخه دادا چتون استخدام شدیم. موسا کجا هست؟ خدمت شما هستیم. تشریف بیارید. بفرمایید. اینم خانداداشتون رئیس سندیکای حبخه از کمپانی موسا قلمبه. بفرمایید. تو دیگه کجا؟ ای قرار نیست دور بر بپر. نه آخه هوای کم داره گرم میشه دیگه. چرت پرت نگو پیاده شو. چرا آبجیل دایمون نکنم؟ مثل اینکه ما با هم شریکیم. منم باید از کم و کیف اوضا با خبر بشم. چیم بزنم؟ چی کار داری میکنی موسا؟ مدارک آوردی یا نه؟ بگیر حالا حرف بزن. دمت گرم آبجی. یه روز از عمرم مونده باشه جبران میکنم. من همه چیو میدونم. در به در دنبالتم بدبخت. ایثار یک، ایثار دو. ایثار یک، ایثار دو. ایثار یک بفهمید. خسته نباشی ایثار دو. فکر میکنم به همراه برادرشه که تحت تعقیبه. ایثار یک، دستور چیه؟ شما تحت نظر داشته باشید، هیچ اقدامی نکنید. خود محل مورد نظر. دیگه داری حوصله‌مون سر میبری یا؟ برو خونه وگرنه همچی میزن. بهت بگم موسا، منو از ماشین پیاده کنی صاف میرم چه پلیس. یا این قرار لعنتیشون رو کنسل میکنین یا هم جهنم در ری میری. منم باهاتون میام. با هر جفتتونم هستم. ایثار یک به گوشم. ایثار دو تعقیب به شکل نامحسوس. تعقیب به شکل نامحسوس مفهوم بود؟ ایثار یک شنیدم. اطلاعات قربان. مرکز مرکز ایثار یک. مرکز مرکز ایثار یک. مرکز به گوشم. زنده خسته نباشید. در صورت احتیاج به نیرو و اعزام با شما هماهنگ خواهیم شد. متشکرم. اقدامی انجام ندید. منتظر دستورات بعدی باشید. مرکز مرکز ایثار یک. مرکز مرکز ایثار یک. ضمن خسته نباشید. نیروهای درخواستی به انبار متروک واقع در کد 212 اعزام شدن. متشکرم. که کسی نیست. نبایدم کسی باشه قلوم به. چرا؟ چون ما دوتر بکنیم. حالا باز چی کار کنیم؟ هیچی. پیاده میشیم بیم سر قرار. کجا؟ منم یا لازم نکرده. تو همینجا میشینی موسا. همون که گفتم تا اینجاشم اشتباه کردم. تو رو دنبال خودم کشوندم. یادشو.
شد. مادام تشو بیاریم داخل محوطه هستم. به مرکز گزارش کردی؟ بله قربان، دستور که چیه؟ شما همجا مستقر باش، من میرم سرگوش آب بدم. اتفاق بشه جمعه. اونجاست. گفتم کی اونجاست؟ چیه؟ انگاری خیلی ترسیدی. ببینم چی ببین. خودت اول رو کن ببینم چی همراهت آوردی. خیلی هولیا. مزه نپرو. من که پول پله همراهت نمیبینم. آره، حتمی داری. آره جیگه نه؟ پول دست خریدار اصلیه. همین دور برا. جنسو که دیدم اوکی کردم، خودشو نشون میده. قرار اینجوری نداشتیم. با کی طرف این منوچ؟ این بچه بازی ها چیه دیگه؟ خر خودتی یارو، اصلا معامله بی معامله. چی شده افقر؟ چه مرگته؟ یه ریگی تو کفشش هست دیگه. داری حوصله‌مو سر میبری. من که گفتم اگه جنسا رو ببینم کار تمومه. این دیگه کیه منوز؟ ای بابا عجب بدبینی هستی. باید ببینه دیگه. سیبل امتیاز کنه میخواد بخره. من تا ندونم با کی دارم معامله میکنم و پولشو نبینم معامله بی معامله. یعنی هیچ رای دیگه نداره؟ همونی که گفتم. باشه ما معطلی ما معطلی مون کردی. پس کو؟ پشت سرتونه. آقا ناده سلام. این نامردا آدم فروشا خیلی نامردید. خود منم مدت خوردم دیگه. من رو مناده من اصلا یه جورایی هم بد نشد. این مواد ممکن بود بیفته دست پلیس. من از چنگیشون در آوردن. آقا نادر غلط کردم. از خونه من بگذر. بهشونم دست نزدم. فقط یه مقدارشو این عملیه دود کرد. فکر عملشم میکشیدم حقم بود. من از ما فکر نمی کنم آقا نادر. مواد که سهره صد برابر اینم بود. این رو زیدم حقم بود. بعدش تو چی کارم کردی؟ زندگی ما ازم گرفتی، خونواده ما ازم گرفتی، جوانی ما ازم گرفتی. دوستانم به خاک سیاه بشینی آقا ناده، چون منو به خاک سیاه نشوندی. دیگه ازم نمیسترسم آقا ناده. دیگه ازم نمیسترسم. چته من هوچ چی بزنم؟ نترس، نگران نباش، ما هنوز با هم رفیقیم. حالا نترس. Yeah.
چرا کشتیش؟ آقا نادر ما که قرارمون این نبود. خفه نه تو رو خدا نکشش نادر. اینجا چی کار میکنی؟ نه نادر تو رو خدا نه، التماست میکنم نادر. نوکرتم آقا نادر، غلط کردم، مرگم برو بیرون. خفه تو رو خدا نه نادر، به خاطر من، به خاطر همه بهتره که بمیره. پلیس بیار کرد. سرکار جون، نوکرتم، من اصلا بی تقصیرم، من حتی یه کارت آشپزخونه هم ندارم. تو رو خدا باور کن، همه چی رو میگم. خفه دراز بکش. اصلا سرکار جون، من اینو نکشتم. آروم باش، دراز بکش. من اصلا تصمیم کار ندارم، نوکرتم سرکار. کار خبرتر از این نکن. اصلا تو بنداز. من یکی آب از سرم گذاشته، دیگه هیچی برای من مهم نیست. نشنیدی چی گفتم؟ اگه اصلا تو نندازی این یکی رو هم میکشم. تا سه میشمارم. یک، دو. نه تو رو خدا، منم باید بیام نده تو رو خدا نکشش. سه. خیلی خوب، آروم باش. بیا بریم، منم باهات میام. دیگه چی میخوای؟ بیا با هم بریم، اینطوری گیر نمیافتی نادر. خواهش میکنم. برو ماشین رو بردار بیار از این طرف. مرکز ایساری یک سریعا نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شد. آقا امیر، شما قول دادین منو بیخبر نذارین. مریم چی؟ پیداش کردین؟ الان کجاست؟ آقا امیر، چیزی شده زهرا؟ برای خاله مریم اتفاقی افتاده؟ من بهت قول دادم، دیگه چی میخوای؟
منتها یه شرطی داره. وقتی که اون رفیق عزیزت رو ملاقات کردیم پس باش تماس بگیر. آقا تو با زهرا چی کار داری نادر؟ برای هزارمین بار فقط میخوام باش حرف بزنم، همین، باش تماس بگیر. من نمیدونم زهرا کجاست، اگرم میدونستم این کارو نمیکردم نادر، میفهمی؟ خیلی خوب، من اون کار خودم انجام میدم. نادر تو رو خدا، نادر خواهش میکنم، نادر خدا این کارو نکن. نادر به زودتر از اینا این کارو میکردم. نه فقط دعا کن خودش باشه، اگه کسی دیگه بود قطع میکنی. یادت باشه چی باید بگی. الو الو مریم جان، تو کجایی؟ سلام زهرا، من الان نمیتونم باهات صحبت کنم، خودم بعدم بهت زنگ میزنم. چی شده؟ تو حالت خوبه؟ من خودم بهت زنگ میزنم زهرا. کی؟ چیزی شده؟ زود، خیلی زود، قول میدم زهرا. الو تا اینجاش خوب بود مریم. تو چی از جون ما میخوای ناده؟ چرا تمومش نمی کنی؟ آخه چرا؟ چرا ناده؟ تموم میشه، تموم میشه. خیلی خوب را بیافت، نباید زیاد دوست عزیزمون رو منتظر بذاری. را بیافت. دیگه چی کار باید بکنم نادر؟ میریم جایی که تو باش تماس بگیری. مردار دیگه نمیخوام پلیس دنبالم بیان. برشتر سوار شو. الو الو زهرا، باید ببینمت. باشه خیلی خوبه، بیا اینجا. نه اونجا نمیتونم زهرا، یه جای دیگه باید ببینمت. حتما باید با صحبت کنم. چی شده مریم؟ اتفاقی افتاده؟ اصلا تو کجایی دختر؟ زهرا خواهش میکنم به حرفام گوش کن، باید هرچی زودتر ببینمت. باشه باشه، ولی ببین من نمیتونم رضا و شیرینو تنها بذارم. من دارم میرم زهرا، میخوام با نادر برم، باید قبل از رفتنم حتما ببینمت. تو چی میگی مریم؟ دیوونه شدی؟ تو نباید این کارو بکنی. میفهمی چی میگم؟ من تصمیممو گرفتم زهرا. یه کنار آبگیر ساعت 7 وقتی هوا تاریک شد. باشه. چرا اونجا؟ چرا به من نمیگی چی شده مریم؟ به یاد قدیما زهرا، یادته همیشه چهار شنبه ها میرفتیم امامزاده؟ منتظرتم زهرا. چهار شنبه ها مریم، تو باید ثابت بکنی که با من هستی، همراه من میای. یعنی چی ناده؟ منظورتو نمیفهمم. خیلی خوب، مهم نیست، من موسا میدیم میرون یه گشتی میزنیم. نیم ساعت قبل از قرارمون با زهرا کنار آبگیر منتظرت میمونیم، من و موسا. نه من نم با هاتون میام ناده، من تنها نمیمونم. تو اصلا چرا نمیری خرید بکنی ها؟ ما خیلی وقت با هم دیگه چیزی نخوردیم. ما تا صحبت میکنیم خودتو میرسونی. نیم ساعت قبل از قرارمون، نه زودتر نه دیرتر. مریم
به من نشون بده که مثل بقیه نیستی، لااقل به خاطر برادرت. ها؟ امیر چی گفت؟ ناچارم رضا، من باید برم. مریم خیلی حالش بد بود. اگه آقا امیر بفهمه بی خبر رفتی دعوات میکنه ها. راست میگه، اون اصلا شوخی نمیفهمه. طوری نمیشه زهرا. زهرا من میترسم. های مریم وسط رضا، من نمیتونم بذارم همراه نادر بره. یعنی میخواد باش عروسی کنه؟ دوباره اسم این یارو اومد. تو رو خدا نرو زهرا، تو رو خدا. شما که صدای مریم رو نشنیدی. خیلی پریشو بود، ازم خواست برم کنار آبگیر. ما همیشه سه شنبه ها میرفتیم امامزاده، ولی اون بهم گفت مثل چهارشنبه ها. خب شاید اشتباه کرده بنده خدا. نه رضا، نه، اون حتما میخواست یه چیزی به من بگه. من باید برم، شما مواظب خودتون باشی، من زود برمیگردم. به آقا امیر چی بگی؟ من خودم یه چیزی بهش میگم. خب خدافظ. نادر، نوکرتم آقا نادر، غلط کردم، گفتم که غلط کردم. اصلا تو مرام ما یکی نیست سر رفیقمون کلا بذاری. بفرمایید، همش سالم و دست نخورده خدمت شما. چرا هیچ نمیگی؟ چی کار کنی آقا نادر؟ چی؟ هیچی، گفتم این شما و اینم ساکه مباد. فقط بالا غیرتن بذار من برم. چی خیال میکنی؟ فکر میکنی اینها برای من ارزش داره؟ نه، نداره. یه موقعی از این که پول به دست بیارم یا اینکه به هر طریقی بخواستم برسم خیلی خوشحال بودم، اما حالا دیگه نیستم. باور میکنی؟ باور نمی کنی نه؟ دیگه ارزشی ندارم. چیه؟ چرا نگاه میکنی؟ اینطوری نگاه نکن. آره، من دنبال زهرام، من با اون کار دارم. همش تقصیر اون لعنتیه. تقصیرش تنها دزدیدن ساک مواد نیست،
اون تقصیرش بالاتر از این حرف هست. اون همه چیزو خراب کرد، همه چیزو به هم ریخت. اون حتی کاری کرد که مرضیه بمیره و اون مرد. میفهمی موسا؟ آره آره میفهم. نه نمیفهمی، یعنی هیچ کس نمیفهم. من همه چیزمو دادم تا این زندگی رو درست کنم. حالیت میشه موسا؟ همه چیزمو در مقابل این زندگی حاضر شدم که همه چیزی با اون شریک بشم. هم من راضی بودم هم مرضیه راضی بود. ولی اون چیکار کرد؟ به من و هرچی که داشتم خندید. کاری کرد که التماسشو کنم. التماسشم کرد ولی در نهایت گفت نه. منو میفهمی موسا؟ آره آره، یعنی آره میفهمم. نه نمیفهمی، یعنی هیچ کس نمیفهمه. کجا؟ داری کجا میری؟ اینجا همینجا واسدادم. ببین کار ما به کجا رسیده. تو هم خیال میکنی که من دیوانه شدم؟ آره زده به سرم. نه تو هیچ جا نمیری، یعنی هیچ کس هیچ جا نمیره. ما همه اینجا منتظریم. بشین. تو کجایی؟ اون رفته. تو مریم کجاست؟ اگه نشنیدی اون رفته با برادرش موسی. باور نمی کنی؟ هر دوشون رفتن. اون ساک مواد رو هم من خودم بهشون دادم. الان دیگه جایی هستن که دست هیچ کسی بهشون نمی رسه. رفتن برای همیشه. چه بلایی سرشون آوردی؟ گفتم چه بلایی سرشون آوردی؟ من اومدم مریم رو ببینم. تو اینجایی چون من خواستم که باشی. میفهمی؟ من باید جواب بدی لعنت. فقط میخوام مریم رو ببینم. با تو هیچ حرفی ندارم.
باید جواب منو بدی. تو نمیتونی بفهمی با این غرور مسخرت چه مصیبتی به بار آوردی. از فقط بشین و گوش کن. گفتم بشین. آدم خوشبختی نبودم، همینطور مرضیه. با اینکه همه چیز داشتیم، منتظر بودم، منتظر یه فرصت تازه. میخواستم همه چیز رو عوض بکنم، همه چی. حتی حاضر شدم این کار کثافت و لعنتی رو برای همیشه بذارمش کنار. معقول میخواستم یه زندگی دوباره ای رو شروع کنم. خالی از هر گذشته ناپاک. این حرفا رو برای چی به من میگی؟ تو نمیتونی بفهمی که چی رو خراب کردی. تو فرصت دوباره زندگی کردن رو از منو مرضیه گرفتی. ازت بدم میاد، ازت متنفرم. لعنتی، لعنت به تو. تو باعث شدی که مرضیه بمیره. نداری اشتباهات خودتو گردن من بندازی. تو حق... فقط گوش بده. بشین و گوش بده. اگه تو می اومدی همه چیز عوض می شد. تو اصلا هیچ فکر کردی برای چی تو رو انتخاب کردم؟ اصلا هیچ وقت از خودت پرسیدی نادری که با یه اشاره هر چیز رو که می خواست به دست بیاره؟ چرا حاضر شده دختری یه عملی بدبخت بیچاره رو تو زندگی شریک کنه؟ تو حق نداری که بشین. گفتم بشین. آها، اصلا خیال کرده بودی که عاشق دلخستت شده بودم ها؟ من تو رو خواستم تا شاید بتونم زندگی دوباره ای رو شروع کنم، برای خودم، برای مرضیه. اما تو مثل دختر بچه ها قهر و ناز کردی. کاری کردی که همه چیزها ارزشش رو برام از دست بده. ارزش همه چیزهایی رو که دوستش داشتم. بشین. نه. گفتم بشین. نه. حالا تو گوش کن. تو آدم مغرور و بدبختی هستی. به هیچ کس جز خودت فکر نمی کنی. تو حتی عشق مرضیه رو نفهمیدی. مرضیه بود چون تو به پولش احتیاج داشتی. داری چرند میگی دختر؟ میدونستی با کاری که داری می کنی چه بلایی سر بقیه میاری. ولی برات مهم نبود، دست بردار نبودی. غرور خودخواهی تو مرضیه رو کشت. آره، تو مرضیه رو کشتی. داری چرت میگی؟ چرت مثل رخی دیگه. بس تو هم باید بمیری چون مقصری.
ذره عقل تو مخت بود. پلیس بیار کرد آروم باش. بندازش بندازش. مرکز مرکز ایسار 3 لطفاً دست آمبولانس به موقعیت ما اعزام نمایید. متشکرم. جام سروان یه ماشین داری دخل پنهان کرده. مواد لعنتی یکی بد باره، بدبختی و سیاهی میاره. فرقی هم نمی کنه که بهش اعتیاد داشته باشی و بخوای از اعتیاد دیگران سودی ببری. وقتی بری طرفش همه چیزتو میبازی، همه چیزو. خیلی هم مثل من تو این حرفا رو شنیدن، شاید هم به ظاهر قبول کردن، ولی متاسفانه تا دوچارش نشدن، تا زندگیشون به خطر نیفتاده نفهمیدنش. الان حالت چطور منه؟ خوبم. ممنون که اومدی دنبالم. مادرت میگفت چند ماه خودتو حبس کردی، نه حرفی نه کاری. وضعیت خودش نگران کننده تر از من. بعد از اون اتفاق چرا زهرا؟ چرا اون اتفاق افتاد؟ همش خودمو سرزنش میکنم.
شاید اگه من انقدر ساده لوح نبودم اون اتفاقا نمی افتاد. شاید الان موسا زنده بود. مریم جان قبول کن که درباره موسا هیچ کس مقصر نیست. اونم مثل نادر تاوان زیاد خواهی و حماقت خودشو داد. اونا فقط به خودشون فکر میکردن. مریم جان با تجربه های تلخم میشه زندگی کرد، مهم اینه که دیگه تکرارش نکنی. میفهمی؟ زندگی مشترک چطوره؟ خوبه. ببخشید نتونستم بیام، خیلی دلم میخواست، ولی واقعا حالم بد بود زهرا. این چه حرفیه میزنی عزیزم؟ تو حق داشتی، ولی جات خیلی خالی بود. ممنون. بچه ها چطورن؟ شیری، رضا، راستی از بابا چه خبر؟ خوبن، همشون خوبن، خدا رو شکر. بابا میشالله تو چند وقت دیگه از زندان آزاد میشه. خدا رو شکر. حالا میخوای چیکار کنی مریم؟ مریم وایسا، تو فرصت های زیادی رو از دست دادی. فرصت های بعدی تو از دست نده.